خانه، خانه متمم، با او متمم، بر صندلی، صندلی متمم، در خیابان، خیابان متمم، برای او متمم، بدون او متمم. آیا اینا نمیتونن تذکر داشته باشن؟ چرا؟ چالش رو ببین، چالش قشنگ گوش کن، ببین طرا ما رو چطور با همین قسمت بازی میده. شاید این چالش ها کم تکرار بشه، ولی بدون عزیزان من، از میتونه به شکل زی دیده بشه، چیز خاصی نیست، ولی بدون در میشه، میتونه به شکل اندر دیده بشه، در یا اندر، چون شعر و نثر قدیم. بله، نکته بعدی، ب بر در، ب بر در، اینا زمانی میتونن حرف اضافه نباشن، چون اگه به معنی بهتر بده، به اگر معنی میوه به بده دیگه حرف نیست. ترا ما رو با این به بازی نده. آه چقدر جالب. بر اگر میتونه معنی پهلو بده، کنار بده، نزد بده، سینه بده، مخصوصا وقتی زیرش کسره میگیره یا قبلش حرف دیگه میاد. بر مصطفی، بر رخصت دوید، یعنی کنار مصطفی، دیگه حرف اضافه نیست، یا خلاصه اسمه. در میتونه معنی درب بده، اگه معنی درب بده حرف اضافه نیست، در رو ببند، بازی با کلمات. پس در همین قسمت حواشی و چالش ها رو ببین، قشنگ گوش کن، میخوام قشنگ مثل عقاب از اون بالا به پایین نگاه کنی، هر قسمت نکته ها رو گوش کن. و بازم در این قسمت یه نکته دیگه هم داریم که در آخر میگم، بریم ادامش. خب مثل و مانند و بسان و بکردار و همچون، کلماتی که معنی مانند میدن، همینها رو بقیه نگو، بار داریم وش اینا. خب نکته این چیه؟ نکته اینه که دانش آموز یه باری مثلا میگه بسان او، حواسش هم نیست، میگه یکتا گفته هر کلمه‌ای که قبلش کسره است یا صفت یا مضاف الیه. بله، ولی بعضی از حروف اضافه خودشون ذاتاً کسره دارن. چقدر جالب. بله، ماننده، مثل، همشون کسره دارن به غیر از همچون، و اینا ربطی به صفت مضاف الیه ندارن. پس در صفت مضاف الیه حواستون باشه، اگر کلمات کسره دار ما اینها بود، ربطی به صفت مضاف الیه نداره. چقدر جالب. بله، یه هشدار در صفت مضاف الیه. خب نکته دیگه، سویه، جهت، سمت، نگاه کن، همشون کسره دارن، سویه، جهت، سمت، نزده، پیشه، و اینا حرف اضافن، ربطی به صفت مضاف الیه ندارن، هشدار در صفت مضاف الیه. یا کلمات دو قسمتی در مقابل اینا همه کسره دارن، اینا حرف اضافه هست، ربطی به مضاف الیه ندارن. بی معنی بدونه بده، الا یا جز همیشه حرف اضافه است، چون در فارسی حرف استثناء نداریم، چون خیلی مهم، چون یا چوبود معنی مانند بده، وگه نه حرف اضافی نیست. که زمانی که قبلش ب باشه، بعدش حرف دیگه ای نباشه و بتونم است بذارم به این نکتم گوش کن، اون موقع حرف اضافه است. تا معنی مسافت بده. بی زمانی که معنی بدونه بده و بتونم با بدونه بخونمش، وگه نه حرف حسابی نیست. را خیلی مهم که در مادش بس میگه، را خیلی مهم که در مادش بس میگه. خب حالا نکته را چیه؟ درس میدی الان؟ نه. پس چرا میخوای بگی؟ میخوام بگم داشته باش دیگه، یاد کنید. چالش را، عزیزان من، چالش را، را رو ببینید، ما سه نوع را داریم، رای فک اضافه، نمیخوام درس بدم، قشنگ گوش کن، رای اضافه، رای مفعولی یا نشانه. حالا ما در دانشگاه رای دیگه هم داریم، ولی کلا کتاب نیست. این را خارج از این که میتونه تر را سوال بده، انوای را رو به تنها سوال بده، ربطی به نقش نداره، ولی تا نکاتش بخوام میگن دستور همه چیزش به هم پیوند میخوره. یعنی شما کل دستور رو میخونی، وقتی برمیگردی اول میگه چقدر دیدم باز شد. دو، را میتونه رو مضاف الیه تأثیر بذاره، حالا میگم چرا، همین رای فک اضافه. را میتونه رو ترکیب اضافی تأثیر بذاره که ربطی به نقش نداره ولی تأثیر گذاره. را میتونه رو هسته، مبحث هسته تأثیر بذاره. خوب گوش کن، را میتونه در مبحث شیوه بلاغی تأثیر بذاره. را میتونه، سوالی داریم، تقدم مضاف الی بر مضاف،
نوع سوال را میتونه رو وابسته وابسته تأثیر بذاره. عزیز خواهشمندم این هفت مورد رو هیچ وقت ما در جزوه‌مون نمیان بگیم حواس بین هفت مورد باشه. جزوه نقشه است و اینجا اصول نقشه. من به جاد باشم این سه حالت رو که یه خلاصه برداشتم خارج از جزوه یکتا، حتما خلاصه برداری کنید. هنگام الان ها موقع آفلاین میگم آقا یکتا گفته حواست به را تو اینها باشه، گرچه در هر قسمت برسه اینو تکرار میکنه، ولی من بدونم که اگر حرف را رو بررسی نکنم تو این مراحل ترا میتونه منو روانی کنه.